در ادامه صحبتهایی که داشتم با آقای سعدی علیپناه، قول دادم که با همسر ایشون هم خانم پخشان صحبتی خواهم کرد. فکر میکنم خط وصل شده. برای خانم پخشان طیب، همسر آقای سعدی علیپناه، خوش آمدید به برنامه رهای زن. ضمن سلام به شما. تشکر. خانم پخشان، من مطلع شدم که شما به لحاظ امنیتی در یک وضعیت نامناسبی به سر میبرید. لطف کنید برامو توضیح بدید چرا؟ تو من خودم خالکی سلمانی نفرد شوال کردم به سعدی ازدواج. بله. استر مالی تو مریوان بودین، تو جان زندگی بگنی، تو رفتین تو اردبیل. بله. اول ازدواج چانس رفتین تو اردبیل دك بس تو أدبير من بينما اطلعت ما منكو بالشوارع دوكو ما كنتو زن العراقية. بالي مش نبى. كوما كون يعني هاوكاري كون الشوارع شنو قمنا عن كارنا مكونا منا بابا تو زن تو العراقية بيك كار وسما كار كون قمنا كارنا كرمتا هاد بشار ده توي بعدش نتا قزوين هر انجوري تو رات المريوان هر انجوري تو قزوين اللي بس بدنيا مات. اها اها. بله، تر مثلا تر حزن زیاد مثلا گوب با رئیسی مثلا تا دست شاق کرد توقع تا دستش نگرد مرده گوب دست نمیگرد توقع نکم. خانم پخشان، شما در سلیمانیه هم مورد اذیت و آزار و تهدید قرار گرفتید، چرا؟ خونه سلیمانیه بگدن دن پسر اطماعتی اسمش ولی بود، اومد سلیمانیه گوب دنبال شوهر من تاکی که جرب دوباره یه مدی که اومد اسم شای حسن بود بگو سالی به حوکاری کنی اینجا جان نمیتونی هیچ جا بشینه، نه تو سلیمانی تو نه تو ایران. تو مریوان بکندینا بودی تو شهر هر همه هفته بو بیان اطلاعات ایران اسمش محمدی بو بو باستان سالی کار کن تو سلیمانی حوکاری سالی گو نه من حوکاری نمی کنم. حتی فشار بودم گو بیا کمک کن تو زن عراقی میتونی اصلا چیز این کار کنه کن شوهر نمیگو با من اصلا گو با فوری گو با فرار کن تو سلیمانی. خانم پخشان، شما در دورانی که در چادر زندگی میکردی در مقابل UNHCR، شما این بچه کوچکی که من میبینم در حال حاضر در بغلتون هست در همون چادر باردار بودید و در اونجا این بچه به دنیا آمده؟ بچه هم تو چادر به دنیا آمد، تو چادر، تو سختی، تو گرما، تو سرما، اتک بچه تو خشارات، بچه مریض میشد، خودم بچه خودم اتک نمیدونم چی کنم، من تو سلیمان جشم خوب نیست. خب الان چرا در حال حاضر چرا همسرت شنیدم داره اقدام به یک کار خطرناکی میکنه؟ از جنی خود از جنی بچه هم گفت چی کار کنم جنی بچه زندگی جنی بچه جم خود بگم من خودم بکشم تا اطلاعات ایران منو بکشه از جس جمهوری اسلامی ایران. خانم پخشان، چرا همسرتون میخوان پاهاشون رو بذارن در سیمان، سیمان بگیرن این کار خطرناک رو انجام بدن؟ آخه بلند ملاقات چیکار کنم از دست گوش از دست جمهوری اسلامی ایران هیچ کار واسه من نمیکنه. تو درگاه اون شستی هیچ کار واسه من نکن، نه نمیتونستی بری داشی، نه آبی دادن، نه همسر دست دوبار نون دادن که نه خواستن او هیچ کار واسه این کار نکنه، کمک نکنه همسر همسر مال عربی. خانم پخشان، شما الان همسرتون آقای علی پناه در چادر زندگی میکنن، آیا شما هم تصمیم دارید که دوباره برگردید و در اون چادر زندگی کنید؟ اونجا شرایطی نیست برای زندگی کردن. شما کجا الان هستید؟ باید چی کار کنم؟ زندگی من اینجوریه، کس به خوشحالی نمیره اینجا، چه دوست دارم تو چادر زندگی کنم؟ خانم پخشان طیب، شما چه انتظاری دارید از تمام کسانی که دارن صداتون رو میشنون، از انسانهایی که گوش میکنن، گوشی دارن برای کمک کردن به پناهجویان، پناهجویانی که در شرایط شما زندگی میکنن در چادر با این شرایط سخت،
و شما به همراه همسرتون آیا رفته بودید شخصا در نزد مقامات یو این صحبت کرده بودید از وضعیت پناهندگیتون، از اینکه وضعیت امنیتیتون چقدر در خطر هستش، و پاسخ اونها به شما چی بود و چه صحبتی دارید خطاب به همه کسایی که صداتون رو میشنوند؟ نجات بده بچه هم زندگی مثلا خونه مامان بابا زندگی کنم، نمیشه زندگی اینجوری. میخوام یه سمای کار بکنم تو زندگی ایرانی خیلی خوب واقعا من، بس اینجا نمیذارم زندگی کنم، تو سلیمانی نمیذارم، طرف این ادبی فیل عربی نه را گفتم به این هیچی، این هیچی جا به من ندادم. شما چند سال اونجا هستید؟ شما چند سال در اونجا پناهنده هستید؟ 7 سال میشه. وقت 220 روز هم هستش که در اون چادر با این بچه هاست و دوران بارداریتون رو گذروندین. برای تو سرما، تو گرما، بخواه این بچه از طرف وقتم مریض بودین بچه این کوچیکا. یک من تو رنگ مستم، این بچه من انرژی مریض بود. تو حشرات. گاز میگیریم بچه‌ام. دما خوب نبود، نه ای بی درسی داشتی نیچی. زندگی من خوب نبود. ما با آقای علی پناه صحبت کردیم و سعی کردیم ایشون رو منصرف کنیم از این حرکت خطرناکی که میخوان بکنن. به هر حال ایشون مسئول هستن، فرزند دارن و تا جایی که ما امکانش هست قول دادیم که این صدا رو برسونیم و بتونیم این پرونده رو پیگیر باشیم. ایشالله. والا دست جمهوری سعی پراکن. تو ایران زندگی خیلی خوب بود. همون یک هفته دو سه بار گوب کنار به پازگاه واسه من کار کن. ساعت شوارم گوب نه. من این کاره نمی کنم. من آلی نانسی. چی میخوای خونه میخوای زندگی میخوای نگه. من نیچی نمیخوای زندگی. تیر بیاد ده پا شوارم گوب فرا کنید. تو سلیمانی. فرا کنید. اصلا نمی چجوری بدا کردیم. خونه زندگی اینجا گذاشتیم. که تو سلیمانی هم مرتب میمدن اذیتتون میکردن. بله تو سلیمانی اسمش یک پسر ولید بود، اومد اطلاعات بود، یه دونش شیخ حسن بود، گو با سعدی دوباره من تو چاته بون گو واسه من هر چی کار هر چی میخوای تو سلیمانی واسه میگیری بس واسه من کار کن. گو نه بیتین گو نه این کاره نیستم، من کرده من نمیشه این کاره کنم هیچ. خانم فخشان طیب، با سپاس از این که وضعیت زندگیتون رو در اختیار دیگر بینندگان ما قرار دادید و سهیم شدید با آنها. امیدوارم که هرچه سریعتر از این وضعیت نجات پیدا بکنید. نو دست در نکنه، زحمت کشیدی. سلام برسید به همه شما. برای شماست. خوبی کردی، دست در نکنه. خیلی ممنون. اینم بچه اینم. والا چیزوری بگم، زندگی من خیلی سخته اینجا، بسا من کمک کنیم.